به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صبح همگیتان بخیرم. وطنای عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. صبح مقبول و بارانی را آغاز کرده باشین و فعلا هم کنار فامیلایتان نشسته بیننده برنامه خودتان، برنامه بستان عافیت باشین. ما هم برگشتیم، برنامه بستان عافیت آغاز شد و دو بخشی از برنامه طبق معمول داریم و امروز خواستیم در بخش اول برنامه روی موضوع رادیولوژی صحبت داشته باشیم که بیشتر با رادیولوژی شما را میخواییم امروز آشنا بسازیم که رادیولوژی چی است و چی اهمیت داره در جامعه ما. و دکتر صاحبی که در این بخش با ما هستند، دکتر صاحب عبدالقادر قادر هستند، متخصص رادیولوژی و یا دکترای رادیولوژی. خوب است که شما مگر کدام سوال راجع به رادیولوژی دارین زنگ بزنین. شما تماس برنامه در زیر اسکرین تلویزیونتون است، از دکتر صاحب پرسان بکنین. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر و خوش آمدید. سلام و عرض احترام خدمت شما و همه همکاران گرامی شما و همچنین بیننده‌های عزیز تلویزیون زیبای تیبی چراغ. سلامت باشین دکتر صاحب. امروز میخوایم بیننده ها را با رادیولوژی معرفی داشته باشن. خوب است که از شروع و از یک معلومات کلی شروع بکنیم که بیننده ها بدانند که رادیولوژی چی است. خود رادیولوژی یکی از بخش های اساسی طب می باشه که خودش به نوبه خود شامل چهار بخش است که در ای بر اساس میکانیزم تشکیل تصاویر ما را به چهار بخش تقسیم میکنیم که یک بخش رادیولوژی بر مبنای شعاع اکس است یا اکس رای که شامل رادیوگرافی، سی تی اسکن، فلوروسکوپی، انجیوگرافی، ماموگرافی ای در تحت عنوان شعاع اکس یا به وسیله شعاع اکس تصاویر آن تشکیل میشه. بخش دومان به وسیله ماورای صوت یا همان سونوگرافی است. بخش سوم که به وسیله ساحه مغناطیسی یا تشدید ساحه مغناطیسی در یاد میشه و همان به نام MRI یاد میشه یا تشکیل تصویر بر اساس تشدید ساحه مغناطیسی. و بخش چهارم آن بخش تب هستوی است که بر وسیله شعاع گاما تشکیل میشه. یعنی اگر ما مجموعا رادیولوژی یک سابق به نام رادیولوژی یاد میشد، امروزه به دنیا به نام مدیکل ایمیجینگ یاد میشه. بله. یا تصویر برداری تیپی. بسیار خوب. شما بیننده های عزیز، اگر میخواین معلوماتتون زیاد شه و بیننده برنامه باشین تا آخر ما رو تنها نگذارین. و اگر میخواین تماس بگیرین، شما تماس برنامه در زیر اسکرین تلویزیونتون هست، تماس بگیرین، سوالاتی که راجع به رادیولوژی داشته باشین از دکتر صاحب پرسان بکنین. دکتر صاحب درباره بخشاش گفتین که شامل چند بخش بود. خوب است که اول بر ما اینو بگوین که کدام بخشش در جامعه ما بیشتر استفاده میشه، که از اونجا شروع بکنیم که بیشتر بیننده ها بدانن. ببینین هر چهار بخش به جای خودش اهمیت خود داره. یعنی هر کدام از این بخش ها اهمیت خود نظر به نوع مریضی، نظر به پاتولوژی که در نظر موجوده، از حساسیت و سپسیفیسیتی خاص خود برخورداره. به این معنی که مثلا اگر شما در بخش مسکول اسکلتر یا در بخش ارتوپیدی برای بررسی استخوان‌ها یا شکستگی‌ها معمولاً از رادیوگرافی بهترین روش تصویر برداری است، اما برای بررسی مشکلات یا پاتولوژی های استخوان به هیچ صورت ما مثلا اولتراساوند کمک کننده نیست. یا ای که اولتراساوند برای تشخیص انساج نرم و برای پاتولوژی های مرتبط به انساج نرم اینا با اهمیت تره، در حالی که در اینجا رادیوگرافی یا آنچه که وسیله شعاع اکس به کار میره ارزش نداره. و به این ترتیب هر کدام از این وسایل ما ایت اگر خواسته باشین بگیم که چی این وسایل تشخیصیه در جامعه میشه بگیم که مثلا به طور مشخص برای امراض در نزد خانم ها، امراض نسایی و ولادی، بهترین روش تصویر برداری سونوگرافی است. به خاطر این ذکر میکنیم که این چهار بخشی که ما نام گرفتیم دو نوع آن، یکی شعاع اکس و دیگر بخش تب هستوی یا شعاع گاما، شعاع آیونایز کننده دارند که برای بدن انسان مضرند و استدبابات آنها با محدود است و باید زیر نظر متخصص مربوطه توصیه شود، در حالی که سونوگرافی و MRI بدون شعاع آیونایز کننده است و هیچ ضرر یا خطر نزد مریض وجود ندارد. حالا اگر ما خواسته باشین ذکر کنین که هر یک از پاتولوژی های مشخص
برای تشخیص آنها یک از این روش‌ها ممکنه کمک کننده باشه و واردش باشه. حتی کل نمیشه بگین که کدام یک از این روش‌ها در جامعه بیشتر کاربرد داره. بله. نظر به نوع مریضی میشه مشخص ذکر کنین کدام یک از اینا باعث میشه. اون رو به خاطر یادآور شدم دکتر صاحب که در جامعه ما بیشتر هم وطنای ما مسئله رادیوگرافی را از نگاه علمی نمیدارن. مثلا نو با چی بلد هستن؟ با التراساوند بلد هستن، با سیت اسکن بلد هستن، با ام آر آی بلد هستن، با او قسم بلد هستن. باز از اون خاطر پرسان کردم که حالا در جامعه ما کدامش کاربرد زیادتر داره؟ شما گفتین سونوگرافی یا به عامیانه‌ترش که ما بگوییم که مردم بدانن اما التراساوند هستن. و حالا میایم سر اهمیتش در جامعه ما که چقدر اهمیت داره و چقدر نقش داره در تشخیص بیماری ها. برای تشخیص بیماری ها سونوگرافی مشخصا برای در ساختمان های مجوفه که محتوی از اینا ماهی است، مثلا برای مطالعه امراض کلیوی، امراض کبدی، امراض جیگر، به می ترتیب برای بررسی جنین در زمانی که در بطن مادر است، سونوگرافی بهترین روش تصویربرداری است و بدون خطر. اما رادیوگرافی برای بررسی پاتولوژی ها یا مشکلات یا امراضی که معمولا در مثلا در ارتوپدی برای بررسی برای مطالعه عظام یا استخوان ها و مفاصل، ولی ام آر آی برای بررسی همچنان به انساج نرم است ولی با دیتیل و جزئیات بیشتر. اما سی تی اسکن که خودش هم در حقیقت هم تشکیل تصویر سی تی اسکن هم توسط شعاع ایکس است، اما برتریش نسبت به رادیوگرافی است که میتونیم ما با جزئیات بیشتر مطالعه کنیم و به صورت مقطعی تصویر اخذ کنیم. بنابراین برای اگر ما خواسته باشیم از سر تا پای بگیم که مثلا رادیوگرافی برای امراض دماغی، یک رادیوگرافی ساده استدبابش یا توصیهش بسیار معدود است، جز برای مطالعه استخوان، موارد مانند کلسیفیکیشن و پاتولوژی های مرتبط به استخوان. هیچگاه ما مثلا برای مطالعه نسج یا امراض داخل دماغی ما از رادیوگرافی ساده استفاده کرده نمیتونیم. در این حالت با سی تی اسکن روش بهتر است. و می ترتیب اگر خواسته باشیم به امراض تنفسی صحبت کنین، امراض تنفسی برای مطالعه امراض ریوی خود رادیوگرافی ممکن در مراحل ابتدایی کمک کننده باشه، اما با جزئیات بیشتر آن سی تی اسکن بهتر است. چون اگر تمام سیستما را بگیریم ممکن از حوصله بحث ما بیشتر باشه. ما اگر خواسته باشیم خلاصه بسازیم، برای بررسی پاتولوژی ها یا امراض مرتبط به استخوان بهترین روش اول رادیوگرافی است، به تعقیبش سی تی اسکن. یه در حقیقت سی تی اسکن جزئیات بیشتری نسبت به رادیوگرافی میده. برای مطالعه انساج نرم بهترین روش سونوگرافی است در ابتدا، ولی جزئیات بیشتر آن ام آر آی. و طب هستوی که پیشرفته تر از این وسایل است که متاسفانه ما در کشور خود در قسمت طب هستوی هنوز در هیچ جایی از افغانستان نداریم. بسیار خوب دکتر صاحب، شما رفت و آمدتان به ولایت زیادی بوده و فعلا هم در کابل هستین، با مریضای سر میخورین و امکانات همچنان میبینین در ولایت ها. امکانات همی چیزایی که شما ذکر کردین که سی تی اسکن و ام آر آی و ایکس ری هست، آیا امکاناتش در ولایت هم هست یا خیر؟ من خودم به هرات زندگی میکنم، در اونجا استاد پوهنتون هرات هستم. ما چون بعد از فراغت از فاکولته طب مدت 5 سال برای گرفتن دکترای رادیولوژی به کشور مالزی رفتم و بعد از برگشت وقتی من به هرات آمدم که میخوام مشخصا در مورد هرات صحبت کنم چون معلومات بیشتر در قسمت دارم، ما به ارتباط این مدلیتی های تصویربرداری که قبلا ذکر کردم متاسفانه ما نداشتیم. و برای اینکه ما به طبابت معیاری برسیم، آنچه که مهم است تشخیص دقیق است و این روش های تصویربرداری تحت عنوان رادیولوژی یا تصویربرداری طبی وقتی مطالعه میشه، با داشتن از اینا ما میتونیم امکانات تشخیصی را فراهم بسازیم و تشخیص دقیق و همچنان تداوی خوب در پی خواهد داشت. ما در هرات اگرچه بر اساس معیارهای جهانی بر اساس هر 1 میلیون نفوس باید 1 ماشین ام آر آی و 5 ماشین سی تی اسکن وجود داشته باشه. ما
ما در هرات متاسفانه تا یک سال قبل تعداد معدودی از سی تی اسکن معماری داشتیم که خوشبختانه امروزه تعداد زیاده و مراکز تشخیصیه در هرات ایجاد شده که شاید افتتاح از اینا تا چند وقت بعد انشالله شما خواهد بودین. اما به ارتباط ولایات، سایر ولایات متاسفانه اکثر ولایات اگر جز بعضی از ولایات مانند مزار شریف، هرات، کابل و جلال آباد بدون از این چهار یا پنج ولایت عمده کشور، بقیه ولایات متاسفانه از وسایل تشخیصی معدودی برخوردارن، جز رادیوگرافی و سونوگرافی از داشتن متاسفانه سی تی اسکن و ام آر آی اکثر آنها ندارن، که در حوزه غرب کشور ولایات مثل فرا، نیمروز، همچنان قور و بادغیس اکثرا مریضای خود جهت تشخیص به ولایت هرات میفرستن. دقیقاً به خاطر ازی از دکتر صاحب که تشخیص نمیشه و اونا سفر میکنن یک راه طولانی را که بیاین به کابل یا به سایر ولایت دیگه که نزدیکشان هست، مریض حالا در راه تلف میشه. این را متاسفانه باید بگویم. به می خاطر پرسان کردم که چون شما در ولایت هستین و بیشتر هموطنای ما که نگران ازی هستن که حالا دوجا امکانات هست یا خیر، چون خودشان میفهمن امکانات تشخیصی در ولایت کمتر است و اونا همیشه گلیشونی است از دولت و از وزارت صحت عامه و از دکترای ما که میگن درست تشخیص نمیکنن. خوب شد که اینا شما گفتین که وسایل تشخیصی که نباشه، خب یک دکترم ناگزیر است همون چیزی که در دسترس داره از او استفاده بکنه. میایم سر خود امی وقتی که قدر فواید داره، حتما کدام ضررم داره امی وسایل تشخیصی، به خاطر که ما بیشتر در جامعه ما از دوستای ما یا از کسایی که هموطنی بوده شنیدیم که میگن خانمایی که عمل دارن از این چیزها باید استفاده نکنن که سی تی اسکن است و ام آر آی است و یا دخترای جوان. شما نظرتون در این باره چی است؟ ببینین، ما از چهار بخش رادیولوژی، دو بخش آنها از شعایی که استفاده میشه مضر است، که او عبارت از یکی هر روش تصویربرداری که در اون شعای اکس به کار بره، بله، که شامل رادیوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، به می ترتیب فلوروسکوپی، انجیوگرافی، اینا در اینا شعای اکس به کار میره. ما یاره میگیم شعای مضره، یک. و دوم بخش تی بستوی است که در او شعای گاما به کار رفته. این دو بخش تمام مدلیتی هایی که یا از شعای اکس یا شعای گاما استفاده میشه مضر است. اما این به این معنا نیست که هیچ گاما یا را استفاده نکنه. بله. نظر به مزایا و زمانی که مزایای این روش های تصویربرداری بیشتر از معایبان است، یا زمانی که استدباب مشخص کلینیکی در نزد مریض موجود است، معایب آنها یا ضرر آنها به او حدی نیست که ما مانی توصیه دکتر یک رادیوگرافی باشد. به طور مثال اگر مریضی در اثر به عنوان مثال تروما یا حادثه ترافیکی یک ضربه میخوره، یک استخوان، برای تشخیص شکستگی از این ما ناگزیریم که باید از شعای اکس استفاده کنیم یا رادیوگرافی استفاده کنیم. با وجودی که ما میگیم شعای، اما این دلیلی نمیشه که شعای اکس ضرر داره، ضررش به او حدی نیست که ما را مانع شوه. معمولا بر اساس اصول محافظت شعایی ما همیشه تلاش میکنیم از روش تصویربرداری استفاده کنیم که در او شعای اکس و شعای گاما به کار نره، اما حساسیت آنها را همچنان در نظر میگیریم. طوری که نام گرفتم برای شکستگی یک استخوان جز شعای اکس سایر روش های تصویربرداری با او اندازه کارایی ندارن، به او خاطر بعد ما استفاده کنیم. و یک نکته هم اجازه بدیم که ذکر کنم اینه که بعض مواقع بیشتر از او چیزی که اینا ضرر داره به بین جامعه متاسفانه باورهای غلطی وجود داره. مثلا یک چست رادیوگراف مقدار شعایی که در یک رادیوگرافی صدر گرفته میشه برای تشخیص امراض مختلفی که کمک کننده، مقدار شعایی که وارد میکنه معادل به مقدار شعای آفتاب است، ضرر ناشی از شعای آفتاب است که به سه روز موجب دریافت میکنه. یعنی سه روز نور آفتاب ضررش برابر با یک رادیوگرافی است که توسط شعای اکس میشه. یعنی اگر ما با این مقایسه کنیم، مقدار شعای مضر به او حدی نیست که ما نگران باشیم. یک نکته دوم ای که ما همیشه تلاش میکنیم که
از با کمترین مقدار با کمترین از روشی که با کمترین مقدار شعاع استفاده کنید در صد کمک کننده باشه. بخش شعاع ایکس و بخش شعاع گاما که اینا برای شعاع مضرن، اما بخشی که به وسیله صوت در او به کار میره تا حال تحقیقاتی که تا حال انجام یافته ثابت نشده که هیچ ضرر ندارن. در نزد خانم هایی که شما قبلا ذکر کردین، خانم های حامله، سونوگرافی بهترین روش تصویر برداری است و هیچ ضرری هم همچنان نداره که در او چون صوت به کار رفته نه شعاعی مضره. همچنان ام آر آی همچنان جز روش های تصویر برداری است که در او تشکیل تصویر به وسیله تشدید سایه مغناطیسی است. سایه مغناطیسی همچنان جز شعاعی مضره نیست بلکه هیچ ضرری نداره. اما آنچه مهم است ایست که ما باید اول بسنجیم که کدام یک از این روش های تصویر برداری مفید است. اولین سوال ایست که چی اهمیت داره و بعد از آن توصیه کنین. و این نگرانی هموطنان ما بجاست، اما خوب است که این روش های تصویر برداری زیر نظر متخصصین مربوطه توصیه شوه و نظر به نیاز از اینا استفاده شد. بسیار خوب. و دکتر صاحب، امروز دقیقا این موضوع را به خاطر یادآور شدم و همراه شما برنامه گرفتیم که امی باورهای غلطی که وجود دارد در جامعه ما کم کم برداشته شود، چون مسئولیت شما هم هست، مسئولیت ما هم هست که این را کم کم از جامعه خود دور بکنیم تا مردم ما باورهای درست را درباره توابت خود بدانند. خب بیننده های عزیز، فعلا یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم و زود برمیگردیم. شما بیننده برنامه باشین و اگر کدام سوال داشته باشین زنگ بزنین، سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان بکنید. بله بیننده های عزیز، برگشتیم. ادامه برنامه بستان عافیت است و بخش اول برنامه است. امروز خواستیم شما را با رادیوگرافی و رادیولوژی و اکسری، سیتی اسکن، امارای، همه چیزایی که معاینات تشخیصی هستند در جامعه ما بیشتر شما را آشنا بسازیم. دکتر صاحب که در این بخش با ما هستند، دکتر صاحب عبدالقادر قادر هستند، متخصص رادیوگرافی. دکتر صاحب، مسئله بسیار مهمه که در جامعه ما فعلا هم خانم ها دچار از او هستند و مشکل دارن، مسئله سرطان سدیه یا سینه است که ماموگرافی بیشتر به خاطر تشخیص استفاده میشه. شما از این استفاده میکنین در جامعه ما، در جایی که ما زندگی میکنیم، در کشور ما، در ولایاتی که هستن و خودتان هستین، دولت ایران و با مزرعه دولت کابل، همچنان از این استفاده میشه یا خیر؟ بله، طوری که شما بهتر میدانید سرطان سدیه یک از جمله شایع‌ترین سرطان ها در نزد خانم هاست. معمولاً ماموگرافی به سایر کشورها به دو منظور استفاده میشه. یکی به منظور تشخیص است که در صورتی که مریض اعراض و علائم یا کتله در نزد مریض موجود باشه، مریض مراجعه میکنه و به جهت تشخیص آن ماموگرافی استفاده میشه. این به منظور تشخیص است که بله، ما در افغانستان در مراکز مختلفه با داشتن ماموگرافی مریضا را جهت تشخیص سرطان های سدیه از او استفاده میشه. اما به سایر کشورها علاوه بر تشخیص ماموگرافی یا ماموگرافی تشخیصیه، برنامه اسکرینینگ همچنان موجوده، یا اسکرینینگ ماموگرافی که هست به سایر کشورها در نزد مریضا بدون داشتن اعراض، یعنی تمام خانم ها بعد از سن 40 سالگی بدون از اینکه اعراض داشته باشند، بدون از اینکه مشکلی داشته باشند، باید حداقل سال یک مرتبه باید ماموگرافی شوند. این به نام اسکرینینگ ماموگرافی میکنن که متاسفانه ما به کشور خود تا حال برنامه اسکرینینگ ماموگرافی در نزد خانم ها نداریم، در حالی در سایر کشورها بعد از سن 40، البته در پروتکل های مختلف از بعض از کشورها بعد از 40، بعد از کشورها بعد از 45 ماموگرافی را به عنوان یک روش تشخیصی در نزد تمام خانم های بعد از سنهای مشخص اجرا میشه. اما در و نوع دومشان امو ماموگرافی دیاگنوستیک یا تشخیصی است که در نزد خانم ها
باید اجرا شود نزد خانمایی که اعراض و علائم دارن، نزد خانمایی که از کتله سدی رنج میبرن یا سابقه سرطان در نزد اعضای فامیل درجه اول آن مادر یا خواهرشان موجود است. البته یک چیزی که میخوایم یادآوری کنم اینه که ما امروزه در جامعه خود زمانی که ماموگرافی توصیه میکنین، ماموگرافی به تنهایی تشخیصی نیست. خوب است که مردم آگاهی داشته باشند پیش از ماموگرافی، خصوصا در نزد خانم‌های پایین‌تر از سن 40 ساله اول ماموگرافی نشوند، اول سونوگرافی شوند، سونوگرافی سدیه، در صورتی که کدام مشکل در به وسیله سونوگرافی تشخیص شد برای جزئیات بیشتر آن یا برای تاییدی تشخیص آن، خوب است که بعد از آن ماموگرافی شود. که با تأسف گاهی اوقات ما شاهد هستیم که خانم هایی که باید داشتن یک کیست یا یک آبسه به سن مثلا 20 ساله میرن ماموگرافی میگیرن که این اصولا درست نیست. خوب است که مردم آگاهی داشته باشن که ماموگرافی معمولا بعد از سن 40 توصیه شود و پیش از ماموگرافی اول سونوگرافی توصیه میشه، چون سونوگرافی بدون شعاع است در حال که ماموگرافی با شعاع اکس تصویرش عکس میشه. و خوب است که اول سونوگرافی همکاران ما توصیه کنند، بعد از در صورتی که کدام پاتولوژی بود به تعقیب آن میشه که ماموگرافی توصیه کنند. به هیچ صورت میشه واضح بگویم که ماموگرافی به تنهایی یا سونوگرافی به تنهایی تشخیصی نیست. خوب است که اینا هر دوی از اینا یکی مکمل دیگر است، لازم و ملزم یک دیگرن تا تشخیص سرطان های سدی. بسیار خوب، بیننده های عزیز، موضوع برنامه ما رادیوگرافی است یا معرفی رادیوگرافی است و وسایل تشخیصی که سی تی اسکن، ام آر آی، ایکس ری، ماموگرافی، تمام شکل دکتر صاحب دوباره صحبت کرد. اگر کدام سوال داشته باشین به شما تماس برنامه زنگ بزنین و از دکتر صاحب سوالاتتون پرسان بکنین. دکتر صاحب، ایراد زیاد صحبت شد، خوب است که بیننده هم شاید این مسئله در ذهنشان گشته باشه که دکتر صاحب که از ایراد اومده درباره ویروس کرونا برای ما بیننده ها بگوین که آلا این واقعیت هست یا خیر. در با معذرت، در ایراد چند واقعه کرونا ثبت شده بود و اونا گفتن مشکوک است یک تعدادشان، یک تعداد دیگهشان زیر چک هستن و در قرنطینه هستن. درباره زی برای ما بیننده ها بگوین که چگونه است این موضوع. بله، متاسفانه کرونا طور که شما شاهد از این بحث هستیم یک بحران جهانی است و همه مردم دنیا و مشخصا مردم کشور ما نگران این بحثند. متاسفانه به خاطر باز بودن مرزها بین افغانستان و ایران، روزانه تعداد زیادی از مردم ما با برگشت به افغانستان و بدون چک و اسکرینینگ آنها، با تأسف که در کشور ما ممکنه بیشتر از آمارهایی که تا حال اعلام شده باشیم. تا به این لحظه 5 واقعه مثبت در هرات و 2 واقعه در سمنگان طوری که به وسیله مقامات رسمی وزارت صحت عامه اعلام شده کرونا مثبت بوده. اما من فکر میکنم بیشتر از این است، تعداد ممکنه بیشتر شود و امیدواریم که مردم تمام تدابیر وقایوی محافظوی مراعات کنند، در نظر بگیرن. بله، متاسفانه کرونا 5 واقعه مثبت تا حال ما در هرات داشتیم. بسیار خوب دکتر صاحب، از وسایل تشخیصی که صحبت داشتین، حالا اینا میتونه نقش داشته باشه به خاطر تشخیص ویروس کرونا یا خیر؟ اگرچه برای تشخیص کرونا ما اول اعراض و علائم مریض است که در نزد مریض همان تب و سرفه خشک و سردردی و سایر اعراض و علائم کلینیکی است، و بعد روش تشخیصی که معمول است همانا کتای تشخیصی که پی سی آر معمولا روش تشخیص دارد. در طی 10 روز اخیر مقالات متعددی که نقش رادیولوژی و مدیکال ایمیجینگ در تشخیص کرونا در دنیا بررسی کردن، آخرین مقاله‌ای که روی 1014 مریض در چین اجرا شده، نقش سی تی اسکن بسیار با ارزش و متبارز اعلان کردن که امروز سی تی اسکن همچنان میتونه تمام
تخریبات نسج ریوی یا ششخوار وقت درگیر میشه و وخامت مریض، اینا رو میتونه بررسی کنه. معمولا در ساعتی که خود چست رادیوگراف برای تمام مریضایی که علاوه بر اعراض و علائم کلینیکی نزد مریض، معاینات لابراتوری، کتای تشخیصی ای پی سی آر، اینا خوب است که معاینات تشخیصی همچنان توصیه شه. خود رادیوگرافی ساده صدر در 60% واقعات غیر نرمال است در مریضای کرونا که بسیار کننده در مراحل ابتدایی و در واقعات شدید تا 77%. و همچنان سی تی اسکن تحقیقات اخیری که نشان داده تا 86% مریضای مصاب به کرونا سی تی چست از اینا یا سی تی اسکن صدری آنها ریاض غیر نرمال نشان میده و در واقعات وخیم و در واقعات شدید که نزد مریض موجوده تا 95% ارزش تشخیصی داره. بله، سی تی اسکن جز امروزه در دنیا طبق آخرین مقالات تحقیقی بخشی از کتای تشخیصی قبول شده است، یعنی در تمام مریضایی که مشکوک به کرونا ویروس می باشند معمولا سی تی اسکن توصیه شده باید. و یک نگرانی دیگه در بین وطنهای ما وجود داشت دکتر صاحب با مسجد، که گفتن اشخاصی که مشکوک به کرونا بودن و یایی که اینا مصاب به کرونا بودن اینا فرار کرده بودن، آیا واقعیت داشت؟ البته به خاطر این باورهای غلطی که امروزه به شما میفهمیم بین جامعه ما و شما هست که گویا مریضی که مصاب کرونا است او را ایت یک تصور غلط نزد این مریض ها موجود بوده که اینا را وقت قرنطین میکنن شاید اینا از بین ببرن و چنین افواد و باورهای غلط نزد از اینا موجود بوده. یک مریض متاسفانه ابا ورزیده از بستر شدن به شفاخانه، ولی بعد از او که دوباره تیمای صحی رفتن با فامیلش صحبت کردن، پس او مریض دوباره آمد و قرنطین شده، که مردم ما باید بدانن که قرنطین شدن به معنای به خاطر حفظ ساعت خود و هم نوعانش است، به دیگه دلیل دیگه نیست. بسیار خوب، سلامت باشین، لطف کردین تشریف آوردین و اگر کدام پیام و گفتنی آخر به وطنایتان داشته باشین کمره در خدمتتان. تشکر از شما. جای داره که از تلویزیون خوب تیبی چراغ اظهار سپاس کنم که یگانه تلویزیونی که همیشه پیام های سیهیر به گوش هموطنان ما میرسانه، اظهار سپاس و امتنان داشته باشم. پیام به مسئولین صحی ایست که همه جای دنیا زمانی که بحث تبابت معیاری مطرح میشه روی چند مبحث متمرکزن. یکیش سرمایه گذاری روی وسایل تشخیصیه که بسیار پرهزینه است. خوب است که تجار ملی ما به جای سرمایه گذاری های غیر از مثلا به دیگر بخش ها، خوب است که در بخش های طبی ایجاد مراکز تشخیصیه، ساختن شفاخانه های معیاری سرمایه گذاری کنند تا از سرگردانی مردم ما جلوگیری شه، و همچنان از دولت محترم مشخصا وزارت محترم صحت عامه خوشمندیم که در قسمت سرمایه گذاری و جلب سرمایه ها برای ساختن مراکز تشخیصیه بیشتر تلاش کنند. انشالله با امید امروز. و تشکر از شما همچنان. خب هموطنان عزیزم، بخش اول برنامه و پایان رسید، شما بیننده بخش دوم برنامه باشین، اما فعلا یک میان برنامه کوتاه.